اگر جنگ سرد رو مطالعه کرده باشید، میدونید که اولین جنگ مهمی که جنگ سرد باعث شد، جنگ کره بود. دو تا ابرقدرت دنیا تو سرزمین کره نه تنها افتادن به جون همدیگه، بلکه افتادن به جون مردم این شبه جزیره. تو جنگ کره نبرد هوایی هم جریان داشت. آمریکایی‌ها با هواپیماهای نورت آمریکن F-86 و شوروی هم با میگ-15 هاشون. این جنگنده ها در اون دوران اصلاً قدیمی نبود، اما یه جورایی دموده شده بود. یعنی همون هواپیماهایی که تو جنگ جهانی دوم دارن می جنگن اومدن اینجا، و این باعث می شد که هر دوی این کشورها کلی خلبان هواپیما از دست بدن. این جنگ باعث شد که این دوتا ابرقدرت برن توی هوا خودشونو قوی کنن، هواپیماهایی بسازن که اینقدر راحت از دست نره. آمریکایی‌ها اول شروع کردن رادارهای پرقدرت ساختن و همینطور موشکهای کوچک پیشرفته که نصب بشه زیر جنگنده‌ها. آمریکایی‌ها باور داشتن که دیگه اون دوران جنگ جهانی دوم گذشت و داگ فایت که هواپیماها جنگ تن به تن می‌کردن دیگه فایده نداره. باید از دور دشمنو بزنی. اونم با کمک رادارهای پیشرفته و مهمات پیشرفته‌ای که زیر جنگنده‌ها نصب میشه. همین افکار باعث میشه که یک جنگنده مدرن و پیشرفته به دنیا بیاد. جنگنده F-4 فانتوم. فانتوم اولین آزمایشش رو تو جنگ ویتنام داد و نتونست نیرو هوایی آمریکا رو راضی کنه. F-4 طراحی شده بود که با رادارهای قوی دشمن رو پیدا کنه و با موشک بهش شلیک کنه. اما آسمون ویتنام خیلی شلوغ بوده و رادارهای این هواپیما قاطی می‌کردن و همین باعث می‌شد که این جنگنده نتونه کارایی 100% رو نشون بده. اونا تو ویتنام متوجه شدن که داگ فایت یا جنگ تن به تن هواپیماها هنوز از رده خارج نشده. برای همین رفتن تو فکر و تصمیم گرفتن جنگنده‌ای بسازن که هم بتونه جنگ تن به تن بکنه و هم پیشرفته ترین باشه. اینها تو این فکرها بودن تا میرسیم به سال 1967. در این موقع شوروی جنگنده‌ای رو میکنه که کل ناتو رو به لرزه در میاره. میگه 25. اگر ویدیوی میگه 25 رو دیده باشید، میدونید که میگه 25 یک بلوف بود. سریع ترین جنگنده تاریخ بود، اما آنچنان پیشرفته ای نبود که اینها فکر میکردن. میگه 25 باعث شد که ارتش آمریکا یک تکونی بخوره. اونا تصمیم میگیرن هواپیمای بعد از F-4 رو حسابی پیشرفته تر کنن که بتونه با این میگه 25 رقابت کنه. شرکت مکدونالد داگلس انتخاب شد که یک جنگنده کاملا جدید بسازه تا بتونه با میگ 25 رقابت کنه. ارتش آمریکا به مکدونالد داگلس چک سفید میده. میگه میخوام هر چه زودتر جنگنده بسازی که از میگ 25 کم نیاره. مکدونالد داگلس میبینه پول فراغونی هست و تمام تمرکزشو گذاشت روی این پروژه. یک همچین کارهایی معمولاً حدود 10 سال طول میکشه، اما مکدونالد داگلاس با فشار پول در عرض 3 سال این هواپیمای کاملاً جدید رو رونمایی کرد و اسمش هم گذاشت F-15 ایگل.
شاید بگین F14 پس چی شد که هم دوره همین F15 است. F14 توسط شرکت گرومن ساخته شده بود و سفارش نیرو دریایی بود. هم خیلی گرونتر از F15 بود، هم خیلی پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر. اما F15 فقط جنگنده داگ فایتر پیشرفته است. باید بدونید که F14 فقط برای نیرو دریایی آمریکا کار میکرد، اما F15 ساخته شد که فقط برای نیرو هوایی کار کنه. مثلا F22 هم همینطوره، فقط برای نیرو هواییه، اما F35 برای هر دو ساخته شده. در بین این هواپیماها F14 و F22 خیلی شاخصه که به هر کسی هم نفروختن. خب برگردیم به F15. F15 وقتی ساخته میشه و آزمایشش رو تو نیرو هوایی آمریکا پس میده، مکدونالد داگلس اجازه پیدا میکنه که این هواپیما رو به کشورهای دیگه هم بفروشه. اولین کشوری که F15 تحویل میگیره اسرائیله و بعد از اسرائیل عربستان سعودی. این برعکس F14 بود که فقط به ایران فروخت و به هیچ کشوری نداد. آمریکایی‌ها خیلی تلاش می‌کردن که یک چیزی رو کنن که از میگ 25 سرتر باشه و کلی پول داشتن خرج می‌کردن. تا اینکه می‌رسیم به سال 1976. سالی که یکی از خلبانان شوروی در تمریناتی که در شرق شوروی داشته، یه دفعه جهتش رو عوض می‌کنه به طرف ژاپن و میره تو فرودگاه هاکوداته ژاپن می‌شینه که هم خودش پناهنده به آمریکا بشه، هم میگه 25 هم بده به اونها و موفق میشه، هم پناهنده میشه، هم آمریکایی‌ها عاشق این بودن که ببینن میگ 25 چیه. بعد از چند روز متوجه شدن میگ 25 هیچی نیست. همونطور که گفتیم یک بلوف بوده. در اصل دو تا راکت رو سوار یک جنگنده کرده بودن، برای همینم خیلی سری میرفت و شده بود سریع ترین جنگنده. اما از لحاظ مانور و رادار و پیشرفتگی هیچی. و آمریکایی‌ها متوجه شدن F15 ای که ساختن خیلی سرتر از خالی بندی اینها بوده. و اینجا بود که هیولای جنگ سرد که لقب میگ 25 بود فرو ریخت و فراموش شد و در اصل F15 تبدیل شد به سرترین جنگنده جنگ سرد. در این زمان نگرانی که آمریکایی‌ها و حتی ناتو داشت منتقل شد به روس‌ها. گفتن دستمون رو شده و اینها فهمیدن که ما جنگنده پیشرفته‌ای نداریم، برای همین به تکاپو افتادن. در دهه 80 موقعی که F14 های ایران کاملا به جنگ ایران و عراق مسلط بودن، F15 های آمریکا و اسرائیل هم دارن خودی نشون میدن، اما نه مثل F14 که تو جنگ ایران و عراق ترکونده بود. زمان میگذره و میرسیم به جنگ اول خلیج فارس که آمریکا کویت رو آزاد میکنه و حمله میکنه به عراق. عراق هم میگه 21 و میگه 25 داره، اما F15 های آمریکا حسابی از خجالت این میگ ها در میاد و کاملا به اونها مسلط میشه، به طوری که میگ های 25 و 21 عراقی از دست F15 ها فرار میکردن. 102 تا میگ سرنگون میشه و این در صورتیه که یه دونه F15 هم صدمه ندیده. اینجاست که F15 خودشو نشون میده. یواش یواش میرسیم به این نکته های ریزی که باعث فروپاشی شوروی شد. همینجوری سعی میکردن با ارتش آمریکا رقابت کنن، پولهای اقتصاد ضعیفشون رو میریختن تو این کار و مردم شوروی هم گرسنه و ناراضی میشدن، تا اینکه چند وقت بعد شوروی فرو میپاشه و دلیل اصلیش هم ورشکستگی اقتصادی بوده. در هر صورت این F15 رو که میبینید الان 52 سال از تولدش گذشته، البته مرتب ارتقاش دادن و جالب اینجاست که هنوز داره تولید میشه، چون یک هواپیماییه که نسبت به جنگنده های مدرن ارزونه و کارایی خیلی بالایی داره و آمریکا برای اینکه به همپیماناش بفروشه تولیدش میکنه. در حال حاضر ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی و اسرائیل F15 دارن. البته تعداد زیادی هم تو آلمان هست که دست خود ارتش آمریکاست در اونجا، چون میدونید که بعد از جنگ جهانی دوم ارتش آلمان اجازه نداره سلاحای اینجوری داشته باشه، همون در حد سلاحای سبک اجازه دارن. و
حالا در دهه 70 این جنگنده رو چند میفروختن؟ برای استاندارد اون موقع گرون بوده، 7,800,000 دلار. این گرونترین جنگنده اون زمانه اگر F-14 نباشه، چون F-14 سوپر گرون بوده. هر F-14 رو 20,400,000 دلار میفروختن. البته به کسی نفروختن به جز ایران. این داستان F-15 بود. ما این ویدیوها رو نمیسازیم که جنگ و جدل رو تشویق کنیم، فقط جالبیش مهندسیه که موفق شدن یک همچین چیزی بسازن، وگرنه همه اینها چیزهای مرگباره و مهندسی شده که نابود کنه و بکشه. حتما میدونید که این جنگنده ها آروم آروم داره از رده خارج میشه و آمریکا بیشتر توجهش رو گذاشته روی پهپاد و موشک های جدید که نقش انسان و تلفاتش رو به حداقل برسونه. البته خودشون، نه دشمن. We'll be right back.